بسم الله الرحمن الرحيم. جناب اعضاء الطلبه، اعضاء افغانستان، جناب وزير الداخليه، جناب محمد السيد، وزير المملكه، تمام اراكين دوله افغانستان، میهمانان بیرونی و از همه قضات عزیزی که امروز به شما سوگند داده شد، اولتر از همه تحفه پیشوای بشریت برتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن تاسو ته یوه ډیره ستره وظیفه در سپارل سوې. پیګه یې چا په ځای کې کینی؟ اول قاضی پیغمبر د اسلام او خلفای راشدین ټولو دا ستر مقام اجرا کړی. بنابری اول پیش خداوند جل شانه و باز پیش مردم افغانستان این مهمترین وظیفه به شما سپرده شد. فلسفه وجودی جمهوری اسلامی افغانستان دین مبین اسلام است و در دین مبین اسلام اساس نظام ما عدالت تشکیل میکن. همه فقها به این نظر هستند که در جایی که عدالت نباشه زراعت بوده نمیتونه، تجارت بوده نمیتونه. اگر زراعت و تجارت بوده نباشه اردو بوده نمیتونه و اگر اردو نباشه نظام حکومتداری بوده نمیتونه. بنابراین باید مبرهن باشه که فلسفه سیاسی افغانستان و دنیای اسلام بر اساس عدالت استوار است. زور نظام ایجاد نمیکنه. زور یک وسیله موقتی است، قوه یک مسئله موقتی است. عدالت دوامدار است، پایدار است، تهدابی است. هر خاوری که چه عدالت نی الته ثبات نست. نزدک تاسی بنده اعتبار ده افغانستان قضا بنده اعتبار، ده افغانستان نظام بنده اعتبار. نکته دوم، عدالت، معیار عدالت چیست؟ زن و مرد، فقیر و غنی، مسلمان و هندو در پالوی مقام قاضی مساوی است. این فلسفه نو نیست. اساس القضات مطالعه کنین. اساس القضات کتاب بود که اصول قضا را در زمان امیر عبدالرحمن خان تشکیل داد. دو فردی که با هم دعوا داشتند یکیش از دیگه خود کده در معذر قاضی بیشتر استاد شده نمیتونست. مساوات کامل در پیش روی قضا وجود و محدودیت ها را سر قاضی ببینین از نگاه شریعت. قاضی بدون افراد نهایت محدود که در قانون تشخیص شده، در شرع تشخیص کرده، از کسی هدیه گرفته نمیتونه و در اساس القضات از این پیشتر رفته بودیم. قاضی نمیتونست از خانه خود یا حتی از مسجد شریف فیصله قضایی کنه. تنها در محکمه در پیشروی عام میتونستی فیصله را انجام بده. نن مگو تاسی ستونزی لرو. دلیل چه ده؟ ای ماستر گرانی سویدی مخصوصا چه گورم دو چل ویخت
اما زواني لوني نن دي قزا بمان ستاكي روز دي دزل لكم در تمان نوي در قزاي ما خوشبختانه قاضي صاحب انيس رسولي که مسئولیت انجمن دارن و ما اطلاع دادن که 245 خانم افغان امروز در این مسلک شریف تشریف دارن. در مملکت همجوار ما ایران یک قاضی زن نیست. این یکی از افتخارات بزرگ است که قضای افغانستان به دست آورده و می دست آورده بزرگ به همه شما تبریک میگم، مخصوصا به شورای عالی قضا که توجه خاص در این بخش داشتین و قدم های بزرگ در این مرحله گذاشتین. ارتباط رئیس جمهور با قضا چیست؟ قانون اساسی افغانستان یکی از خطیرترین وظایف بر رئیس جمهور افغانستان محول کرد. مقرری و برطرفی قضات افغانستان و پیشنهاد اعضای ستر محکمه افغانستان به اولسی جرگه افغانستان، این وظیفه از این جهت نهایت خطیر است که ما چون قانون اساسی ما 100% اسلامی است، رئیس جمهور افغانستان در حقیقت نقش قاضی اول دارد. معنی استقلال قضایی چیست؟ معنی استقلال قضایی آزادی کامل در فیصله های قضایی. رئیس جمهور افغانستان اولین تابع مملکت تس کتاب قانون است. ما بارها گفتیم و بازم تکرار میکنم، روزی که شورای عالی ستر محکمه افغانستان یکی از احکام یا فیصله های مرا یا فیصله های کابینه را غیر قانونی اعلان کنه، ما او روز جشن خواهد گرفت. چون حاکمیت قانون معنیشی است که تعبیر قانون بعد از طرف ستر محکمه افغانستان صورت بگیره و ای یک اصل بزرگ است در مکته حیاتی ده. حق مملکت که چید قانون حاکمیت وجود و نلری، حق مملکت ثبات نرسی. اما نقش خاصتن داده چه تاسه تا یو پولوس ترچه لبی قانونی نه قانون مندی تلارس. چون صلاحیت نهایت زیاد به شما داده شد، در این حال مسئولیت تان خطیر است و امروز بدبختانه اعتبار سر نهادهای ما ضعیف است. مبارزه با فساد اداری مخصوصا در امور عدلی و قضایی یکی از اولویت‌های بزرگ جامعه ماست که یو پیسدار سرین چو پیس کمیسی سبب بیا پیدا کی که یو زورمن نه لکس عیسیت کمسی سبب بیا پزور پیدا کی. اما که غریب ده مقابل که بیعدالتی اوسی او آسمان خوریگی، هفت عرش عظیم می و فشار می که چرا سر یک فرد غریب ظلم میشه. محور عدالت و ظلم شماستید. اگر ظالم شوید مردم از نظام فرار میکنه، اگر عادل باشین مردم به نظام رجعت میکنه. نظام از خود میدانن، خود از نظام میدانن. مردم ما فراست بسیار بزرگ داره. چند وقت پیش در جلال آباد یکی از بزرگا با وضاحت کامل یک نقطه بزرگ فلسفی رو مره گفت ما از نظام هستیم، نظام هنوز از ما نیست. مالیه میتیم، عسکر میتیم، اطاعت میکنیم، اما بدبختانه با فساد مواجه استیم، با بی‌عدالتی مواجه استیم، با بی‌قانونی مواجه استیم. این فضا باید به صورت بنیادی تغییر کنه و
انشالله و تعالی تغییر میکنه. تغییرات زیاد آمده، تدریجی بوده، اما ضرورت بریز که تغییرات به صورت اساسی سنجیده شوه و انشالله و تعالی این میشه. اماج من در سرت داده چه آمه رقم چه اساسی قانون وایی دولس مشر پایس بانده لمره اول خادم در افغانستان دولس اوس او دوم دری وارا قواهو تا پایین استرگو کرد. تا دل دری قواهو حساسی او ضروری ده او عدلی او قضایی قواه او مخصوصا اموگ محاکم او ستر محکمه باید در افغانستان بهترین استازی او نمایندگانی. قضا بانده پوره پانگه نده چه ولسوی لا مشکلات دی، لا قاضی سایبان امنیتی ستون زیلری، قاضی سایبان دی فیصلو قضاییل نظر نه پا فیصلو که مستقل دی پا واقعی توگه اربانده جبر ده. داد دولت وظیفه ده چه دا شرط تغییر ورکی او انشالله و تعالی پا گده دی عالی شورا دی منظم طرح پا اساس بانده با مگوک رئیسو داتر سرکو. پروگرام اول 100 روزه اصلاحات تمرکزش سر کابینه بود، در 100 روز دوم انشالله تعالی طرف دستگاه عدلی و قضایی به مراتب زیادتر توجه میکنیم. در ختم بیاناتم اولول ماه مبارک رمضان به همه شما تبریک میگم. در روز بسیار خوب الف قضایی گرفتین و در یک ماه مبارک کار بسیار بزرگ و خطیرتان انجام میتین. از صمیم قلب به همه تان تبریکی میگم و موفقیت بزرگ در ایجاد صبا و رفای افغانستان از طرف دستای پاک، فکر بکرتان و اراده قویتان بر خدمت به تمام افغانا از خداوند جل شانه آرزو میکنم. تل دیوی افغانستان، پاینده باد افغانستان، زنده باد قضای افغانستان.